ساعت 2 شبه و ببینید چه چیز مهمی اتفاق افتاده که نیازمند اینه که ویدیو در موردش ثبت بشه. امیدوارم که هر جا کسی این حالتون خوب باشه. بنده دچار افسردگی پس از دیدن سایبرپانک اجرانر شدم و من محتوای انیمه ای نمیسازم، ولی این اثر انقدر برای من مهم شد که نیاز دیدم که این باری که روی دوش بنده هستش رو بذارم زمین و در موردش یه ویدیو ضبط کنم. خیلی انیمه بین نیستم، اما طبیعتاً علاقه خاصی به آرت دارم و مدت کوتاهیه که آشتی کردم با انیمه، از دوران میشه گفت نوجوانی یا کودکی رهاش کردم و دوباره الان بازگشتم بهش. امشب رفتم سراغ انیمه سایبرپانک اج رانر، چرا که هر وقت اینترنت رو باز میکردم و فضای مجازی رو میدیدم همه در حال خودزنی هم که یا ابوالفضل سایبرپانک. شخصه زمانی که این اثر تریلرش اومده بود بنده علاقه نشون ندادم نسبت به اینکه برم دنبالش. احساس کردم که قرار خروجی مثل گیمش داشته باشه، بلکه ضعیف‌تر. بماند که آرتش رو دوست داشتم، اما با این حال انقدر کشش نداشتم نسبت بهش و به این فکر میکردم که در یک دنیای سایبرپانکی به اون شکل چه قصه گیرایی میشه نوشت. اما مثلا بعد از اینکه منتشر شد ریاکشن های به این شکلی رو دیدم، کنجکاو شدم که ببینم چیه. من سریال دیدنم به این شکله که باید قسمت اولش گیرایی واسه من داشته باشه، وگرنه ادامه پیدا نمیکنه و با یک انتظار عجیب پایین و ناامیدی از انیمه سایبرپانک وارد شدم. قسمت اولو دیدم و بعدش اینجوری بودن که جالب شد، اما با این حال به دلیل حالا درگیری که داشتم نرفتم ادامهش بدم و میشه گفت دیروز یا پریروز بودش که قسمت اولو دیدم. توی اینستا داشتم میچرخیدم، هادی ویپد یک میمی رو گذاشته بود در مورد موزیک این اثر بودش که اشاره به قسمت دوم و قسمت آخر داشتش که این موزیک عذاب دهنده میشه. این واسه من جذابیت بیشتری داشت و یه دفعه اینجوری بودم که الان وقتشه که برم و ادامهش بدم و امشب تمومش کنم. تمومش کردم. اون قصه غم انگیز، شخصیت های گیرا و اون چیزی که حس میکردم نخواهد داشت رو دقیقاً داشت. قبل از اینکه ورود کنیم به تجربه شخصی بنده یا شاید میشه گفت تحلیل کوچکی، اگر که سن کمی دارید و زیر 18 ساله نودیتی توش زیاده نبین. حتی بعید میدونم اهمیتی بدی به حرف من. اگه دوست داری بکن اصلا به من چه. قصه رو به صورت فوق العاده ساده شده توضیح میدم. قصه به این شکله که پسرکی هستیم که خیلی افتضاح وضعیت مالیمون و در یک دنیای سایبرپانکی در شهر نایت سیتی که دقیقاً توی گیم هم همین شکله در حال تلاش و سوروایف کردنه. بیشتر از این قصه رو دوست ندارم بگم، چون معتقدم حتی نام بردن یک اسم، یک یا یک سن مثلا میتونه تجربه شما رو خراب بکنه و چرا که شدیداً اسم میتونه تاثیرگذار باشه در روایت داستان. البته این شاید میشه گفت نظر شخصی بنده و گفتنش به استایل فکت یه ذره اشتباه. دنیای زیبا، شخصیت پردازی های درست، اینکه واقعاً احساسات شخصیت ها رو بتونید درک بکنید، نهایتاً اینکه چیزی که در تمام مخاطبا میبینم همه به این شکلن که بعد از تموم شدنش دچار یک افسردگی میشن. یه سری مشکلات داشته، یکی از مثالاش اینه که میتونستن فشار بیشتری بیارم به مخاطب و اندینگ به این شکله که از نظر احساسی فشار زیادی وارد میکنه یک آن و یک آنم میفته و دوباره یه جای یه ذره میره بالا و دوباره ثابت میشه. من این رو دوست ندارم. دوست دارم این فشاره که داره میره بالا همینجوری بره بالا، بره بالا و یه مقدار حالا مثلا سرعتش کم شه. اینکه بره یه دفعه بالا و یه دفعه سقوط کنه یه ذره اذیت کننده است و اون انفجار احساسی و اون اشکی که مخاطب میتونه بریزه رو ازش میگیره. ولی هویت داستان انقدر احساسی روی شما تاثیرگذار هست که بعدش اینجوری نباشین که سج چقدر مثلا ناراحت کننده بود، چقدر این شکلی تموم شد و این داستانا انقدر قدرت داشته که روتون بمونه و دوست داشته باشین محتوای بیشتری ازش ببینید. در کل این نه نقد نه تحلیلم بهش نمیشه گفت، صرف نظر شخصی من بود. اینکه پیشنهاد میکنم ببینید، اثر خوبی است، نمیشه بهش گفت شاهکار، ولی اثر خوب و در سطح واقعا قابل قبولی داره، دیدنش ضرر نداره. یه نکته باحالی هم که وجود داره اینکه طبیعتا برای خیلی ها ممکنه سوال شه در مورد ربطش به گیم. نیاز نیستش که شما به هیچ وجه حتی کوچکترین تجربه در مورد گیم داشته باشید، کاملا جدا هستم
فقط میتونم به این نکته اشاره کنم که شخصیت ها به این شکلن که یه سری شخصیت های مشابهی هستند از گیم، یعنی قشنگ این شخصیتی که تو گیم هست مشابهش میشه گفت تقریبا توی انیمه هم هست. البته بماند که یه سری شخصیت ها کامل هم توی انیمه هستن هم توی گیم. بازی رو تجربه نداشتم و اگر در جریان نیستید، گیم موقع انتشار ضربه عظیم میخوره که بعد از آپدیت های فراوان الان بازی تقریبا میشه گفت خوبیه، تجربه کردنش ضرر نداره و مخصوصا که انیمش ساختش برای پروموت خودشون بود دیگه، اینکه الان کلی حجمه ای از پلیرها ورود میکنن به دنیای نایت سیتی. از اون طرف دارن DLC جدیدشون هم میخوان بدن، اینکه پلیرهای زیادی هم پیدا کنن تاثیرگذار باز توی فروش DLC شون. این انیمه هم که چیز نداره دیگه، انیمه اورجینال میگن، مانگا و اینا نداره. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، شاید سایبرپانک کتاب یه قصه یه چیز داره، نمیدونم. خروجی این ویدیو من نمیدونم به چه شکل خواهد بود، اما اگر خوب باشه، من چون نقد کردن در دنیای گیم رو انجام دادم و راضی بودم از خودم، اما توی محتواهای تصویری به این شکلی، منظورم اینه که فیلم، سریال، انیمیشن، انیمه و کارتون، حالا هر چیزی، خودم رو در سطحی ندیدم که بخوام ورود کنم به نقدش یا حتی تحلیلش. صرف این بوده همیشه که نظر شخصیم رو گفتم و الان هم این ویدیو به این شکل بوده. اما اگر خروجی این ویدیو مناسب باشه، یه مقدار دنبال این میرم که یاد بگیرم که چطور باید محتوای تصویری این شکلی رو تحلیل کنم یا نقدشون کنم. در صورت مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر دوست داشتید یا تجربه شخصیتون رو بدون اسپویل ذره‌ای از داستان حتی اسم کامنت کنید. شب یا روز خوبی داشته باشید. فعلا خداحافظ.